سلام بر پیشوای آزادی خواهان. سلام بر حسینی که خون قلبش را بخشید تا بنده های خدا را از جهل رهایی دهد. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت بیننده های گرامی شبکه امام حسین علیه السلام، همچنین عرض تعزیت به مناسبت ایام شهادت یگان بانوی جهان اسلام، سیدت نساء العالمین، یگان دخت پیامبر خاتم الانبیا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، خدمت همه شما گرامیان. به جورج جورداق، نویسنده و ادیب شهیر لبنانی، صاحب کتاب الامام علی صوت العدالت الانسانیه، گفته شد: با توجه به اینکه شما مسیحی هستی و خیلی هم مذهبی نیستی، چه شد که در مورد حضرت علی علیه السلام کتاب نوشتی؟ جورج جورداق به گریه افتاد، اشک از دیدگانش جاری شد و گفت: علامه امینی وقتی کتاب الغدیر را نوشته بود، چند جلد از آن کتاب را برای من فرستاد. همراه کتب نامه ای هم برای من نوشته بود. در نامه خطاب به من نوشته بود: آقای جورج جورداق، شما یک حقوقدان و وکیل دادگستری هستی، نه شیعه هستی و نه سنی که بگویم طرفداری میکنی. کار تو دفاع از مظلوم است. ما با اهل تسنن بر سر علی ابن ابی طالب علیه السلام نزاع داریم. ما میگوییم حق با علی است، آنها میگویند نه. حالا این چند جلد کتاب الغدیر را به عنوان پرونده مطالعه کنید. تمام مدارک هم از اهل تسنن است. من از شیعه چیزی در آن ننوشتم. شما هم در حد یک وکیل دادگستری قضاوت خود را برای من بنویسید. جورج جورداق میگوید: من دیدم وقتی انسانی مرا به عنوان یک وکیل دادگستری مخاطب قرار داده و از من کمک خواسته، بی انصافی است اگر کمک نکنم. بنابراین پذیرفتم. وقتی چند جلد از کتاب الغدیر که علامه امینی برایم فرستاده بود را دقیق خواندم، دیدم در تاریخ از علی مظلومتر نمی‌شناسم. لذا تصمیم گرفتم به اقتضای شغلم که وکیل دادگستری می باشم، از این انسان مظلوم دفاع کنم و کتاب الامام علی صوت العدالت الانسانیه را نوشتم. بیننده های محترم، در شامگاه دوشنبه 29 آذر ماه 1400 و با 840مین قسمت از پخش زنده هشتگ سوژه در خدمت شما گرامیان هستم و از شما میپرسم: نظر شما درباره اقامه دعوا و شکایت از عمر و ابابکر در دادگاه های رسمی کل جهان چیست؟ Thank you.
بله بیننده های محترم، از شهر مقدس کربلا بین الحرمین استودیوی شبکه امام حسین علیه السلام صدا و تصویر بنده رو دریافت میکنید، از جوار حرم مقدس و مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و برادر با وفاشون قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام در خدمت شما گرامیان هستم. اخبار متعددی در دست هست با اسناد و مدارک که پرونده هایی در دادگاه های مختلف در کشورهای مختلف تشکیل شده راجع به ظلم، جنایت، آزار جنسی و انواع و اقسام مواردی که افراد شکایت کردند از کسانی که سالهای قبل میزیستند. نمونه های بسیار زیادی هست. شهروند آمریکایی از کشیش مرده مسیحی رفت و به اتهام آزار جنسی شکایت کرد و پرونده های مختلف اینطوری هست. منظور این که مرور زمان چیزی از جنایات عمر و ابوبکر نمی کاهد. این رو در خاطرتون داشته باشید. مرور زمان جنایات و ظلمهای عمر و ابوبکر رو نمیتواند پاک کند یا از بین ببرد. جنایات و ظلمهای فراوان ابوبکر و عمر که در کتب معتبر نزد اهل تسنن هم ثبت شده، همینطور که مرحوم علامه امینی قدس الله نفسه الزکیه در موسوعه گرانسنگ القدیر فقط از منابع اهل تسنن استفاده کرده، تمامی ظلم هایی که عمر و ابوبکر به شخص پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پیامبر خاتم الانبیا و به شخص امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و به شخص حضرت زهرا سلام الله علیها و حسنین و تک تک اهل بیت روا داشتند در موثق ترین کتاب های اهل تسنن، موثق نزد خودشون، معتبر نزد خودشون ثبت شده. این رو در نظر داشته باشید. با وجود سانسور فراوان هنوز به تواتر می توان این ظلم ها را از کتب اهل تسنن ثابت کرد. دقت داشته باشید که در طول تاریخ خیلی تلاش کردند که اینها را از کتاب هاشون حذف کنند و حذف کردند از بسیاری از کتاب ها. با این وجود مسئله مهمی است. به شهادت رساندن پیامبر خاتم الانبیا مسئله مهمی است، چیزی نیست که بشه از تاریخ حذفش کرد. به شهادت رساندن تنها دختر پیامبر خاتم الانبیا حضرت زهرا سلام الله علیها و فرزند شش ماهه ایشان حضرت محسن ابن علی ابن ابی طالب مسئله این نیست که بتوان از کتب تاریخی یا روایی حذف کرد. لذا با وجود سانسور فراوان و حذف کردنهای فراوان الان به تواتر باز هم میتوان ثابت کرد از کتب اهل تسنن تمامی یک به یک ظلمهای فراوانی که عمر و ابوبکر در حق خاندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام روا داشتند، از شخص پیامبر خدا که به شهادت رساندند پیامبر خاتم الانبیا رو تا به شهادت رساندن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، به شهادت رساندن حضرت محسن بن علی و دیگر جرم و جنایاتی که در زمان پیامبر خدا و پس از شهادت پیامبر خدا انجام دادند، اتهام هایی که به پیامبر خدا وارد کردند و فحاشی هایی که نسبت به پیامبر خاتم الانبیا روا داشتند، آزار و اذیت هایی که دادند نسبت به پیامبر خاتم الانبیا و دیگر ظلم ها و جنایت هایی که مرتکب شدند، همگی در کتب معتبر نزد اهل تسنن ثبت هست و قابل استناد هست و قابل ارائه به دادگاه های رسمی در کشورهای مختلف در سراسر دنیا هست و در دادگاه‌های بین المللی قابل بررسی هست، قابل استناده.
شاید برخی باشند که حالا یا به دلیل اینکه غیرت دینی در اونها مرده به دلایل مختلفی، حکومت هایی که راه های مختلفی را به کار برده اند که غیرت دینی در انسان ها از بین برود، یا به این دلیل یا واقعا سوال برشون پیش میاد که پس از 1400 سال اقامه دعوا و شکایت کردن از عمر و ابوبکر در دادگاه های رسمی و بین المللی چه سودی خواهد داشت؟ و برخی هم متعمدانه و مغرضانه مثل همیشه خواهند گفت که شبکه امام حسین علیه السلام تفرقه افکنی می کند. جواب: شما ببینید عمر و ابوبکر 1400 سال قبل مردند، آیا افکار اونها هم مرد؟ گروهک های تروریستی داعش، طالبان، بوکو حرام، القاعده هر دوره ای به یک اسمی ظاهر میشن، اینها چه کسانی هستند؟ غیر از این که پیروان عمر و ابوبکر هستند و افکار و باورهای عمر و ابوبکر رو دارن اجرا میکنند و استناد می کنند، وقتی انسانها رو زنده زنده در آتش بین سوزانند استناد می کنند به روایت هایی که در کتب معتبر اهل تسنن هست که ابوبکر چنین کرد، مخالفین خود رو در آتش سوزاند، ما هم مخالفین خودمون رو، کسانی که عقاید و باورهای ما رو قبول ندارند، در آتش می سوزانیم. یکی از کمترین ثمره ها از طرح شکایت از عمر و ابوبکر این هست که جهانیان آگاه می شوند که این گروهک های تکفیری و تروریستی از کجا دارن خط می گیرن. از این کتاب های معتبر نزد اهل تسنن اجرا کننده افکار عمر و ابوبکر هستند پس از 1400 سال. و در طول این 1400 سال ببینید چند میلیون شیعه ذبح شده، چند میلیون شیعه شکنجه شده به خاطر اینکه همین افکار عمر و ابوبکر رو میخوان اجرا کنند. پس شبکه امام حسین علیه السلام با طرح اقامه دعوا و شکایت از عمر و ابوبکر در صدد است که جلوی اختلاف را بگیرد، در صدد است که به خون ریزی ها طبق فتوای مفتی ها و مولوی های اهل تسنن خاتمه دهد. ما به دنبال حفظ جان شیعیان هستیم که 1400 سال است مولوی ها و مفتی های اهل تسنن فتوا می دهند به ذبح کردن شیعیان. چرا؟ چون شیعه خلافت و حکومت عمر و ابوبکر رو قبول ندارد و اهل تسنن میگویند من انکر خلافت ابوبکر و عمر فهو کافر، کسی که خلافت عمر و ابوبکر رو قبول نداشته باشد کافر است و کافر را باید کشت و در آتش باید سوزاند. اقامه دعوا و شکایت از عمر و ابوبکر صدها فایده دارد. یکی از کمترین فایده هاش این هست که جلوی خونریزی گرفته شود، شیعیان رو دیگر ذبح نکنند به فتواهایی که در کتاب هاشون ثبت شده و به استناد این که عمر و ابوبکر نیز چنین می کردند. اسناد و مدارکش رو خدمتتون عرض خواهم کرد. آقای حسین از مازندران پشت خط هستن، سلام میکنم به شما، وقتتون بخیر. سلام علیکم. بفرمایید آقای حسین. آقا درباره اقامه دعوا و شکایت از عمر و ابوبکر در دادگاه‌های رسمی بله. چه نظری دارید شما؟ بله عرضم بزرگ شما در تایید فرمایشات جنابالی میخواستم به عرض برسونم که فکر خیلی خوبی اگه بشه انشالله اینو به مرحله اجرا برسونن شیعیان، خیلی خیلی خوبه، خیلی موافقم با این طرح.
زمنان یاد یه حدیثی میفتم از مولا امیر المومنین یا علی. که ایشون میفرمید که مسئله این دو نفر، منظور ابوبکر کذاب و عمر ملعونه، که میگه که این دو نفر حکایه مسئلهشون مسئله اون شخصیه که پوستین وارونه در تن کردن در شب تاریک و بچه کوچیک هراسان میشه از این اسلامی که اینا ارائه کردن به ارزم بزرگتون مردم و یعنی در اصل بشریت. و انسان بزرگ وقتی در شب اونو میبینه چندشش میشه و ناراحت میشه، فکر میکنه چه موجودیه این الان شخصی داره میاد. دقیقا اون پوستین وارونه بسیار مسئله زیبایی وقتی من، یعنی در اصل یه همه اون ارزم بزرگتون احکام به ظاهر اسلام، ولیکن چیز دیگه، معنیش چیز دیگه است. اسلام دروغین هست. احسن، بله. خب غیر از اینکه موافق هستید آقای حسین آقا، خودتون هم اقدام میکنید برای طرح شکایت و اقامه دعوا بر علیه عمر و ابوبکر؟ هر کاری که از من ساخته باشه حاضرم، هر کاری که شما دستور بفرمایید بزرگان، که حالا بنده حقیر شاید به فکر خودم همین که شما الان فرمودید من خیلی استقبال میکنم، ولی اگه یه بزرگی راهنمایی کنن و من بتونم حتما این کار میکنم. بزرگواری، راهنمایی‌های لازم رو انجام خواهیم داد و انشاءالله شما هم در لیست افرادی باشید که اقامه دعوا و شکایت میکنید در دادگاه بر علیه عمر و ابوبکر. تشکر میکنم از تماستون آقای حسین از مازندران. انشاءالله اسم تک تک شما بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام در لیست شکایت کنندگان از عمر و ابوبکر ثبت بشه. اسم خودتون رو ثبت کنید، چه فردی چه گروه. آقای حسین از مازندران که الان تماس گرفتید، شما میتونید هم به صورت فردی اقدام کنید و هم به صورت گروهی، که پیشنهاد ما این هست که هر دو کار همزمان با هم انجام بشه. در کشورهای مختلف، در کشورهای آسیایی، اروپایی، آمریکا، هر جا که هستید به راحتی میتونید این کار رو انجام بدید. مستنداتی که موجود هست در کتب معتبر نزد اهل تسنن از جنایت‌ها و ظلم‌های عمر و ابوبکر رو میبرید ارائه میکنید به دادگاه و میگید که من میخوام از عمر و ابوبکر شکایت کنم، یا فردی این کار رو میکنید که عرض کردم هر دو بهتر است همزمان با هم انجام شود، و هم این که به صورت گروهی کمپین تشکیل بدید، هم کمپین های در فضای مجازی، کمپین اقامه دعوا و شکایت از عمر و ابوبکر به دلیل جنایت ها و ظلم های فراوانی که داشتند نسبت به پیامبر خاتم الانبیا، نسبت به حضرت زهرا، نسبت به امیرالمؤمنین، و هم کمپین های حضوری داشته باشید. پارچه‌هایی رو آماده کنید و سرتیترش رو همین اقامه دعوا و شکایت قرار بدید و افراد مختلف بیان و امضا کنند و در این کمپین ها شرکت کنند. میلیون ها نفر در قرن 21 از مظلومیت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها این گونه دفاع کنند. نام خودتون رو در این لیست حتما ثبت کنید. انشاءالله امید آن است که این لیست متصل شود به اقامه دعوا و شکایت در دادگاه عدل الهی توسط حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، که پس از ظهور و در ایام رجعت مؤمنین و کفار حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در مدینه حضور پیدا خواهند کرد و تک تک جنایات و ظلم هایی که عمر و ابوبکر انجام دادند از اونها اعتراف خواهند گرفت و اون روایات مفصلی که در این زمینه هست اسم خودتون رو در چنین لیستی ثبت کنید. با اقامه دعوا و شکایت از عمر و ابوبکر اسم خودتون رو در این لیست ثبت کنید که انشاءالله موجب تسلای قلب داغ دیده حضرت امام زمان
بقیت الله الاعظم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم. همه ما اسناد و مدارک الان با توجه به اینکه در برنامه‌های مختلف عرض کردم، باز هم اسناد و مدارک جدیدتر رو خدمتتون عرض خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سیدت النساء العالمین، نه تنها طرح دعوی و شکایت از ظالمان و غاصبان خلافت و قاتلان حضرت محسن و آتش زنندگان در خانه وحی تکلیف بزرگی بر گردن شیعیان هست، بلکه امروز دنبال روان ابوبکر و عمر ملعون که از آنها دفاع نموده و جسارت به پیامبر و به اهل بیت پیامبر می کنند، از این اشخاص هم به جرم خیانت به دین مقدس اسلام به نام دین بازخواست کنیم. زیرا طبق فرمایش خداوند در قرآن کریم که فرمودند ان نبی اولا به انفسهم، پیامبر و اهل بیت مطهر ایشان از خود ما به ما عزیزتر هستند. ما شیعیان اولیای دم هستیم و قصاص جنایتکاران وظیفه شرعی ماست. اما اینکه در احادیث صحیح آمده افضل الاعمال انتظار الفرج، مولا و آقای من صاحب العصر و زمان پس از ظهورشان در مکه اول مسیر حرکتشان به سوی مدینه و بیرون کشیدن ملعون عمر و ابوبکر از قبر و آتش زدن جسد آنها با باقی مانده چوبهای نیمسوز که از سوختن در حضرت فاطمه زهرا سیدت النساء العالمین مانده می باشد. زیرا اگر در خانه وحی را آتش نمی زدند، خیمه های زنان و اطفال آقا امام حسین در کربلا به آتش کشیده نمی شد. اما صبر و تحمل و ریختن اشک بر این همه مصائب مستلزم حاضر بودن در صحنه انتقام گرفتن آقا صاحب الزمان از غاصبان خلافت است، که اگر در قید حیات نباشیم ان شاء الله به اذن الهی رجعت نموده و با مشاهده این انتقام موجب تسلای قلب و تشفی خاطرمان خواهد بود. با تشکر، خدا نگهدار. من هم تشکر میکنم از آقای محمد علی که از تبریز پیام صوتی ارسال کردن. و یک نکته رو فقط عرض کنم خدمت آقای محمد علی و بیننده های محترم، نکته ای که به اشتباه عنوان میشه توسط برخی و این اشتباه رو آقای محمد علی هم متاسفانه تکرار کردن، آتش زدن در خانه حضرت زهرا اشتباهه. در منابع موثق و معتبر نزد اهل تسنن هست که عمر خانه حضرت زهرا رو گفت به آتش میکشم و اون مقدار تنه های درختی که اطراف خانه برده بودن، شما نگاه نکنید به چند پوستری که حالا طراحا به اشتباه طراحی میکنن در خانه و چند هیزم میذارن، این گونه نبوده. در کتب خود اهل تسنن ثبت هست که عمر قسم خورد والله لأحرقن البيت عليكم، یا در بعضی از نسخ لأحرقن علیکم الدار، خانه را رفت که آتش بزند با اهل خانه، یعنی قتل عام اهل بیت پیامبر خدا که در خانه بودند. پس مسئله آتش زدن در خانه نیست. تماس بعد رو بفرمایید. آقای مهدی سلام علیکم، وقتتون بخیر. من صدای ایشون رو ندارم، اگر تماسشون وصل شده صدای استودیو رو بیشتر کنید. سلام بینام. علیکم السلام، متشکرم. بفرمایید نظرتون رو میشنویم. خب عذرخواهی میکنم از بیننده های محترم به خاطر شنیدن این الفاظ که دیگه بارها عرض کردم، اگر صحبت منطقی ندارید، پیروان عمر و ابوبکر، عمری ها، اگر سخن منطقی ندارید چرا فحاشی؟ برای چی الان شما فحاشی کردی؟ به اسم مهدی هم زنگ زدی، دروغگو هستید، فحاشی هم میکنید.
دلیلش چیه؟ چه سودی الان برای شما داشت؟ جز اینکه میلیون ها نفر بیننده شبکه امام حسین علیه السلام میبینند منطق شما عمری ها را، شما پیروان عمر و ابوبکر با فحاشی به جایی نمیرسید. این روش 1400 ساله خود را ترک کنید، رها کنید، با فحاشی به جایی نمیرسید. بیشتر مفتضح خواهید شد، چون شیعه با ادله مستند و با منطق سخن میگوید. پاسخ استدلال فحاشی نیست. یکی از مهمترین اسناد و مدارکی که در دست هست اعتراف خود ابوبکر هست هنگام مرگش. حالا برخی به نام ندامت از اون تعبیر می کنند که حالا تعبیر صحیح هم نیست، ولی اعترافی است که عمر ابوبکر کرده و در مهمترین کتابها نزد اهل تسنن ثبت هست، نمیتونن منکرش بشن. با وجود سانسورهای فراوانی که انجام دادن، با وجود حذفهای فراوانی که در کتبشون داشتن، باز هم ثبت هست، به تواتر هم ثبت هست که حالا من یکی از این اسناد رو خدمتون عرض میکنم. بیننده های محترمی که میخوان بنویسن این مطالب رو، تاریخ اسلام ذهبی جلد 3 صفحه 118، فقط یکی از این اسناد هست که اعتراف ابوبکر هست هنگام مرگ که وددت انی لم اکن کشفت عن بیت فاطمه و ترکته تا آخر صحبتش. ای کاش حرمت خانه فاطمه را نمی شکستم و آن خانه را به آتش نمی کشیدم، هرچند به دلیل بیعت نکردن علی ابن ابی طالب با من جنگی در می گرفت. با توجه به اینکه جنگی در کار نبود، امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن ما بیعت نمی کنیم، نه لشکری آماده کرده بودند برای جنگ، نه سلاحی دست گرفته بودند، فقط فرمودند بیعت نمی کنیم. و عمر و ابوبکر به جرم اینکه حضرت فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین بیعت نمی کنند، خانه وحی رو به آتش کشیدند. به جرم اینکه حضرت زهرا بیعت نکرد، حضرت زهرا رو به شهادت رساندند، محسن ابن علی ابن ابی طالب رو به شهادت رساندند. این یکی از اسناد و مدارکی که اعتراف خود ابوبکر هست، تاریخ اسلام ذهبی جلد 3 صفحه 118. باز هم سراغ کتاب‌های دیگر میریم. الامامه و الخلافه نوشته ابن عطیه صفحه 160 و 161 تصریح میکنه اینجا، مانند ده ها مورد دیگر تصریح میکنه در صفحه 160 و 161 الامام و الخلافه. آقای ابن عطیه تصریح میکنه که ابوبکر برای بیعت گرفتن از مردم با تهدید و ارعاب مردم و با سلاح و سیف، تصریح میکنه با سلاح شمشیر و ارعاب و تهدید از مردم بیعت میخواست بگیره و با خاندان وحی، خاندان پیامبر خاتم الانبیا نیز چنین کرد. مینویسد که ارسل عمر و قنفذا و جماعتون الى دار علی و فاطمه و جمع عمر الحطب على دار فاطمه و احرق الدار. عمر رو فرستاد با جماعتی که قنفذ بین آنها بود و دیگران برای به آتش کشیدن خانه حضرت زهرا، نه در خانه حضرت زهرا، برای به آتش کشیدن خانه حضرت زهرا. به چه جرمی؟ دقت داشته باشید، به جرم اینکه حضرت زهرا با ابوبکر بیعت نکردند، امیرالمؤمنین با ابوبکر بیعت نکردند، خلافت ابوبکر و عمر رو قبول نداشتند. لذا 1400 سال است، 1400 سال است اهل تسنن، مولوی ها و مفتی هاشون فتوا می دهند به کافر بودن شیعه، فتوا می دهند به مشرک بودن شیعه. و اگر هم جایی ویدیویی چیزی جدیدن، البته قدیم که ندارن، جدیدن میبینید که مولوی ها یا مفتی های اهل تسنن میگن که ما هم محب حضرت زهرا هستیم، ما هم فلان هستیم، بیسار هستیم، تقیه میکنند.
با وجود اینکه هیچ شیعه ای اهل تسنن رو نمی کشد، ولی حالا برای حفظ جانشون یا هر چیزی دیگر یا حفظ مصالحشون تقیه می کنن، برخلاف عقاید و باورهاشون صحبت می کنن. عقاید و باورهاشون در کتبشون هست. اگر دروغ نمی گویند مولوی ها و مفتی ها و عقیده و باورشون این هست که واقعا حضرت زهرا رو باید دوست داشت، محبت حضرت زهرا رو در دل داشت، باید اعلام کنند. روایات و مواردی که در معتبرترین کتابهاشون هست که من انکر خلافت ابوبکر و عمر فهو و کافر، این روایات و این مطالب باید سوزانده شود، این کتابها باید سوزانده شود، یا اعلام کنن رسما، بیانیه صادر کنن، از الازهر مصر بیانیه صادر کنه، میخوان تفرقه افکنی رو جلوش رو بگیرن دیگه. با درویی، با نفاق، با دروغ گفتن نمیتونید کارتون رو پیش ببرید که به دروغ بگید ما محب حضرت زهرا هستیم و فتواهاتون چیز دیگری بگوید، یا اعلام کنید که این کتابها و این فتواها سوزانده شود در سراسر دنیا، پیروانتون اهل تسنن این کتابها رو بسوزانند، یا جرأت و جسارت داشت. چرا تقیه میکنید؟ مگه کسی میخواد شما رو بکشه؟ مگه شیعه مثل داعش سنی تندرو، مثل طالبان سنی تندرو آدم کشه؟ کجا تا به حال شیعه سنی ها رو کشته، اهل تسنن رو کشته؟ این شما اید که فتوا می دهید به کفر شیعیان و مشرک بودن شیعیان، و 1400 سال است که شیعه را ذبح می کنید، سر از بدن شیعه. زکریای 6 ساله رو چه کردید در مدینه؟ یکی از آخرین مواردشه دیگه. چه جرمی داشت این کودک 6 ساله شیعه که مادرش در تاکسی نشست صلوات فرستاد، درود فرستاد بر پیامبر خدا و اهل بیتش، راننده تاکسی که از سنی های تندرو بود با شیشه ذبح کرد، سر از بدن این کودک 6 ساله جدا کرد؟ به چه جرمی؟ مگه کودک 6 ساله سلاح به دست داشت؟ مگه کودک 6 ساله یا مادرش توهینی کرده بود به کسی؟ این مرام شما اهل تسنن است. پس دروغ نگویید به پیروانتون، لااقل دروغ نگویید. تفرقه افکنی رو کنار بگذارید. دو راه بیشتر ندارید. یا اینکه این فتواها، این کتابها رو دستور بدید، بیانیه صادر کنید که در آتش سوزانده شود، یا اینکه بگید، به صراحت بگید قبول دارید این مطالب رو و شیعه کشی جزو مرام شماست، مرام تکفیری شما، این رو تصریح کنید. بریم سراغ سند دیگر و مطلب دیگر. مروج الذهب در جلد سوم صفحه 77 نقل میکنه. ببینید، آتش زدن خانه حضرت زهرا سلام الله علیها توسط عمر و ابوبکر چنان مشهور بود نزد همگان که مروج الذهب در جلد سوم صفحه 77 می نویسه وقتی ابن زبیر بر شهر مکه مسلط شد اعلام کرد. ببینید، مرام تکفیری همان مرام ابوبکر است. اعلام کرد هر کسی با عبدالله ابن زبیر بیعت نکند خانه اش در آتش می سوزد. خانه اش را می سوزانیم در آتش، خودش را هم می کشیم. مخالف من باید کشته شود. این حرف ابن زبیر بود. از کجا گرفته؟ تصریح مروج الذهب رو ببینید. تصریح در جلد سوم صفحه 77 میگه ابن زبیر دستور داد که هر کسی با من بیعت نکند خانه اش را در آتش خواهم سوزاند، آنگونه که خانه فاطمه را عمر و ابوبکر در آتش سوزاندند. استناد رو ببینید، 1400 سال قبل و تا الان هم این مرام تکفیری نزد اهل تسنن هست. نمیتونن کسی رو فریب بدن و با تقیه و دروغگویی به تفرقه افکنی های خودشون ادامه بدند.
ابن زبیر گفت همان گونه که عمر و ابوبکر خانه فاطمه را آتش زدند، امروز در مکه کسانی که با من ابن زبیر بیعت نکنند خانه هاشون را در آتش خواهم سوزاند. حسن ابن محمد ابن حنفیه یکی از شیعیانی بود که با ابن زبیر بیعت نکرده بود، اولین خانه ای که در مکه به آتش کشاندند خانه حسن ابن محمد ابن حنفیه بود و بعد هم او رو دستگیرش کردند. مروج الذهب جلد 3 صفحه 77. باز هم میگم براتون، اقامه دعوا و شکایت از عمر و ابوبکر، ببینید اگر اینها رو تک تک ظلم ها و جنایت ها رو بخوایم در دادگاه ها ارائه بدیم با اسناد معتبر اهل تسنن، خروار خروار کتاب میشه این پرونده. ابن تیمیه هم در منهاج السنه تصریح میکنه که عمر حمله کرد به خانه فاطمه زهرا، کبس البیت، عبارت رو ببینید، اهل خانه رو در تنگنا قرار داد که بیعت کنند و بیعت نکردند و خانه را به آتش کشید و حمله ور شد به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. ابن تیمیه در منهاج السنه جلد 4 صفحه 220 این مطلب رو نقل میکنه. ببینیم که انصاب الاشراف چی میگه. جلد 1 صفحه 586 انصاب الاشراف مینویسه که حضرت زهرا سلام الله علیها خطاب به عمر از پشت در فرمودن اتراک محرقن علی بابی، عمر میبینم که قصد کردی خانه رو بر من آتش بزنی، و عمر فریاد زد نعم، خانه را با اهل خانه به آتش خواهم کشید، والله لأحرقن البیت علیکم، یا بیرون میاین برای بیعت کردن با ابوبکر یا اینکه خانه را با اهل خانه به آتش خواهم کشید. این هم از انصاب الاشراف جلد 1 صفحه 586 تاریخ طبری. مگه میتونید کتمان کنید؟ تاریخ طبری تونه. جلد 2 صفحه 443 میگه عمر فریاد زد و قسم خورد والله لا احرقن علیکم البیت. تاریخ طبری نقل کرده، عمر گفت به خدا قسم خانه را بر شما به آتش خواهم کشید، خانه و اهل خانه را. قتل عام خاندان پیامبر خاتم الانبیاء در نظرشون بود عمر و ابوبکر. استاد آقای ذهبی جوینی در فراید السمتین جلد 2 صفحه 34 با جزئیات بیشتری نقل میکنه. جوینی استاد ذهبی، همون که ذهبی درباره استادش جوینی میگه الامام الاوحد، یگانه و پیشوای یگانه روزگار بود آقای جوینی. ذهبی این جمله رو راجع به جوینی نقل میکنه. در فراید السمتین جلد 2 صفحه 34 با جزئیات نقل میکنه که عمر با لگدی که به در خانه زد پهلوی فاطمه دختر پیامبر خدا را شکست و سبب سقط شدن فرزندش محسن شد، حقش را قصب کردند، سپس فاطمه را کشتند. فراید السمتین جلد 2 صفحه 34 سیوطی هم همین مطالب رو نقل کرده. در مسند فاطمه صفحه 36 ابن عبدالبر هم در استیعاب جلد 3 صفحه 975 این مطالب رو نقل کرده و ده ها سند و مدرک دیگر از کتب معتبر نزد اهل تسنن، ابن حجر عسقلانی و دیگران، بسیار سندها صحیح. سنن ترمذی ببینید که میگه، بله تماس وصل میکنید، حالا اسناد رو باز هم آقای احمد از مازندران
سلام علیکم، وقتتون بخیر. سلام من. بفرمایید نظرتون رو میشنویم. نظرم اینه که اولا به این آقای که آقای زنگ زن این که اشتباه داشت، خطا داشت، این که خودش از درش نیست، این حرفا رو نیست و حرفی خودشون دارن. تمام صداهای عربستان در بابا عمر و ابوبکر نوشته، ضعفاشون همه که من نوشته. مثلا یه نمونهش تو طبقات کبرا برن ببینن عمر چه ضعفی داره، چه رسوایی داره. البته این علماء شد به جوانانشون نمیدن که کتاباشون رو بخونن. آقای احمد چیمانویجی شما بشونید جاخل دارم. آقای احمد شما تعبیر ضعف میکنید، مولوی ها و مفتی های اهل تسنن از همین موردی هم که نقل کردید و نیازی نیست به تصریحش دفاع میکنن و افتخار میکنند که رهبرشون عمر ابن الخطاب این گونه بوده و این ویژگی رو داشته. درسته، ببینید اگه اینا میخواید میگنن علماشون مثل آدم هایی میکنید پرورش نمیدن، بس ضعفشونه. خطابه خودشون رو بخونه، اصلا با خطابه این برش خواستن برن تمام کتاباشون به عمر رسواییشون نوشته. خب آقای احمد نظرتون راجع به اقامه دعوا و شکایت بر علیه عمر و ابوبکر در دادگاه چی هست؟ اینا هر چی بگیم اینا اینقدر با زیر بار نمیدن. مهم نیست آقای احمد، آقا مهم نیست که اهل تسنن و مولوی ها و مفتی هاشون چه میگویند و چه فکری میکنند. مهم این هست که مردم دنیا آگاه میشوند که عمر و ابوبکر چه ظلم های انجام دادند، چه اعمال ضد انسانی داشتند و الان پس از 1400 سال این گروهک های تکفیری ادامه دهنده افکار تکفیری عمر و ابوبکر هستند. مهم این آگاهی دادنه. اهل سنت میگه آقا حق با ما به چیه نیست، میگه ما 1 میلیارد خودی جمعیت داریم، در شرایطی که 1400 سال به این طرف اینا شعار قتل عام کرده، اگه یه نفر اگه از این کشتا ازش 3 نفر به وجود بیاد میشه 1 میلیارد پوند، شهری 600 میلیونی که ما هستیم بالای 2 میلیارد. حالا این که اینا فقط اینا شعار قتل عام میذارن، این که واقعا مطلب مضحکی هست که آن گروهی که تعدادشون بیشتر باشه حق با اونهاست، برخلاف آیات قرآن کریم و ادله عقلی هست، اصلا این مطلب قابل ارائه نیست. به هر حال تشکر میکنم از شما آقای احمد از مازندران، امیدوارم که تک تک شما بیننده های محترم اسم خودتون رو ثبت کنید در این لیست، لیست شکایت از عمر و ابوبکر به خاطر ظلم ها و جنایت هایی که بر علیه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها انجام دادند. و پیشنهاد میکنم که سازمان های مردم نهاد و سازمان های مدافع حقوق بشر همان گونه که میگویند کاری به مذهب و دین و این صحبت ها ندارند، از حق انسانی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در این زمینه دفاع کنند، اونها هم شکایت کنند، همان گونه که تک تک یا زهراگویان در سراسر دنیا شکایت خواهند کرد در دادگاه های رسمی از ظلم و جنایتی که عمر و ابوبکر مرتکب شدند بر علیه فاطمه زهرا سلام الله علیها. در دعای ندبه میخوانیم اين طامس آثار الزيغ والاهواء، اين قاطع حبائل الكذب والافتراء. امام زمان میآید که این ریسمان هایی که به دروغ رشته اند را پاره کند، امام زمان می آید که این تفرق افکنی ها را تمام کند. و در مدینه زمانی که آن دو را از قبر بیرون خواهد کشید و در دادگاه عدل الهی محاکمه خواهد کرد، انشاءالله اسم تک تک من و شما در چنین لیستی باشد و متصل بشه این حرکت به دادگاه عدل الهی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بر علیه عمر و ابوبکر. تشکر میکنم از همراهیتون، دعاگو و نایب‌الزیارتون هستم. خدا نگهدار شما. یا علی مدد.